اول قرنتیان فصل پنجم. در حقیقت شایع شده است که در میان شما یک نوع رابطه جنسی نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت است که حتی در میان بیدینان هم یافت نمی شود، زیرا می شنوم که شخصی با زن پدر خود رابطه دارد. چرا به عوض این که خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم می کنید؟ اگرچه من جسمن از شما دور هستم ولی روحن حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی ملامت ساختم که گویی خودم در آنجا حضور داشتم. پس وقتی که شما با روح من و قدرت عیسی خداوند ما جمع شوید، این شخص را به شیطان تسلیم کنید تا بدن او نابود شود و در روز خداوند یعنی روز داوری روحش نجات یابد. فخر شما در این مورد بجاست، مگر نمی دانید که با کم خمیر مایه مقدار زیاد خمیر می رسد. پس اگر می خواهید خمیر تازه یعنی فطیر باشید، چنان که هستید باید خمیر مایه کهنه را تماما از میان بردارید، زیرا مسیح که قربانی عید فسح ما است ذبح شده است. بنابراین عید فسح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه، یعنی خمیر مایه بدخواهی و شرارت، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داریم. در نامه‌ای به شما نوشتم که با اشخاص شهوتران معاشرت نکنید، ولی منظور من این نبود که با تمام اشخاص شهوتران این دنیا یا تمکاران و تقلبکاران و یا بت‌پرستان کاری نداشته باشید، زیرا در این صورت مجبور می شوید این دنیا را ترک کنید، بلکه مقصد من این بود که با کسانی که خود را مسیحی می دانند ولی مرتکب زنا، طمع، بت‌پرستی، ناسزاگویی، مستی و یا تقلب می گردند رفت و آمد نکنید. حتی با چنین اشخاص غذا هم نخورید، زیرا من با مردم خارج از کلیسا چه کار دارم که در باره آنها قضاوت کنم؟ وظیفه شما این است که نسبت به اهل کلیسا داوری کنید و داوری مردمی که خارج از کلیسا هستند با خدا خواهد بود. آن مرد شریر را از میان خود برانید.